اینجا پیاده رو هست. بله. ولی این شهروندی که ماشینشو گذاشته، ما تقریبا 20 دقیقه است با همکارا در محل وایستادیم. بله. که ببینیم راننده این خودرو کی هستش و کسی مراجعه نکرده. بله. در صورتی که به نوعی ماشینشو حالا شاید هم جلو درب منزلش پارک کرده که خودشو ذی حق به ازن میدونه که من جلو درب منزل خودم پارک کردم، ولی معبر عمومی رو گرفته به نوعی که پیاده باید به سختی عبور کنه و مزاحمت تردد برای عابری ایجاد کرده. سلام عرض کردم. ریوی سفید مقابل درب منزل شما مال شماست؟ مردم گله دارن، میگن آقا مثلا جلوی خونه ما، جلوی پل ما یه آقا یا خانمی اومدن پارک کردن، اصلا هم توجه نمیکنن، اصلا نمیدونیم ماشین مالکیه، ماشینو گذاشتن و رفتن، ما مریض داریم، گرفتاریم، میخوام ماشینو ببریم بیرون. دیگه همچین شرایطی چیکار میشه کرد؟ شهروندانی که به این شکل گرفتار میشن که واقعا هم حق با شماست و با اون شهروندی که اعلام میکنم، داریم از این مورد، خصوصا تو هسته مرکزی شهر، قسمتایی که بارگذاری تجاری داریم یا لکای بیمارستانی هستن، پزشکی هستن، این مسئله به وفور دیده میشه. این عزیزان باید با شماره 110 تماس بگیرن، اعلام کنن که افسر راهنمایی به محل مراجعه کنه. اگر با حضور افسر این مشکل برطرف نشد، خب خودرو برام برابر آیین‌نامه ما میتونیم هماهنگ کنیم و از محل خودرو خارجش کنیم. این روی مال شما نیست؟ نه. خبر ندارین؟ نمیشناسینش؟ مال این مال همین خونه باشه. چون روی پلش هم گذاشته، احتمالاً مال خود ما شاکیم که آره، خاطر دو تا زنگ دارن، ظاهرا خبر نداشتن. همسایه بالایی یا پایینی شاکیه. خودرو ریو مال شماست؟ بله مال منه، منتها من وقتی اومدم اینجا پر ماشین بود، مامانم حالش بد بود، تو خونه قلبش گرفته بود، مجبور بودم بذارم اینجا برم داخل، چاره دیگه ای نداشتم. داخل تشریف نبردین با ماشین؟ میگم با عجله اولا اومدم، بعد کلید در پشت در رو نداشتم. این مسئله ای که خوب شهروندان عزیزم بدونن اینه که طرف مقابل پل خودش پارک میکنه و بعد که توسط مأمور راهنمای رانندگی اعمال قانون میشه، اعتراض میکنه که من مقابل درب منزل خودم هم حق ندارم پارک کنم، مقابل پل خودم حق ندارم پارک کنم. اینو خوبه بدونن که افسر راهنمایی، مأمور راهنمایی که مراجعه میکنه به محل، علم غیب نداره که آیا این ماشین مال همین منزل هست یا نیست، و از طرف دیگه ای آیین‌نامه میگه مقابل پل نباید پارک کنن. اون نباید آیین‌نامه رو لحاظ میکنه و اعمال قانون خودش انجام میده. شهروندانی که به نوعی ماشینشون رو میخوان پارک کنن، یا مقابل پل، حتی پل خودشون پارک نکنن، یا ماشینشون ببرن داخل منزلشون که مسئله کلا از بین بره و این اتفاق ما نداشته باشه. ماشین رو پارک کرده دقیقاً روی سنگ فرش پیاده رو که مشخص شده و آشکارسازی شده، متأسفانه قفل فرمون هم زدن. یعنی معنای این عمل اینه که ایشون ممکنه ساعت‌ها به سمت خودروشون دیگه نیان. بله. و حالا در این چند ساعت یا مدت زمان طولانی، شهروندی که میخواد از اینجا عبور کنه به چه شکلی باید عبور کنه؟ اینا این آقایون دیگه رفتن وسط خیابون، باید برن از اون پهنه پیاده رو خارج بشن. کسی با چرخ دستی بیاد باز بدتر، که مشکلات رو واقعا در این زمینه دقیقا نقض بارز حقوق شهروندیه که ما با خودخواهی هامون داریم انجام میدیم. یه پلم شد اون گوشه، من دارم میبینم قضیه این چیه. جاب سر این، چون قبلا توقیفی طرح انضباط اجتماعی راهور هم بوده که خب اون توقیفیش به سر رسیده، آزاد کردن، ولی ظاهرا خب از اون توقیفی قبلی درسی نگرفته. اصلا ما با چشمم که نگاه کنیم مشخص میشه که این خودرو داخل پیاده رو وارد شده یا نشده. ولی این نو پارک دو تا مشکل ایجاد میکنه، یکی مسیر پیاده ها رو میاد اشغال میکنه، یکی برای اون شاگردش وسیله نقلیه که میخواد بیاد وارد یک کوچه کم عرض بشه، برای اونم مشکل ایجاد میکنه. کما اینکه خیلی وقتا بدنه اون ماشین به گوشه عقب سمت چپ سپر این خودرو هم برخورد میکنه، یک مزاحمت تردد هم برای سایر خودرو ایجاد میکنه، بعضا حتی طول صف در خیابون. آقا سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ متشکرم. سلام علیکم. خب چرا تو پیاده رو، چرا اینجا پارک کردین؟ متاسفانه جا پارک گیر نیاوردیم، هرچند دوربرم پیدا نکردیم دیگه متاسفانه. خب ببین، سر تا سر این خیابون پیاده روه. اگر این فرض شما رو در نظر بگیریم، هر کسی بیاد تو پیاده رو، کلا دیگه ما جایی برای پیاده ها تقریبا نمیمونه دیگه، همه باید تو سوار رو برن. شما متین کار اینجا زیاد پارک میکنن، مقداری اگه ملاحظه بفهمید عقب نشینی این خیابون هنوز انجام نشده کامل. این پخیه باعث میشه یک عده برای خودشون حق قائل بشن، بگن نه ما تو پیاده رو نیستیم، در صورتی که این جزء تعریف پیاده روه. تمامی پهنه پیاده رو از حال یک ملک هنوز به دلایلی با شهرداری توافقی نشده یا عقب نشینیش انجام نشده، معنی این که بقیه این مسیر ما بگیم پیاده رو نیست، نه همچین چیزی نیست و از نظر آیین‌نامه اینجا
پهنه پیاده رو و اعمال قانون میشن. نفش و کلاده زیازه مطب دکتره. الان هر روز، امروز دوشنبه ولی دیگه روزای دیگه از صبح میان ماشین هستن تو پیاده رو وامستن یا دو وامستن، این مسیر دوچرخه رو کلن میبندن. اعمال قانونش رو جواب سرگود انجام بدین، 40,800 تومن هم اعمال قانون میشه راننده خاطی که انشالله دفعه بعد تکرار این مسئله رو نداشته باشه. 800 تومنش برای چی جام سنگال خودمونیم روندش نکردن. ما 2% امسال از ناجا ابلاغ شد، از مجلس تصویب شد که 2% ما بیام اعمال قانونمون رو افزایش نرخ بدیم و برابر 2% یک تعیین شده. خب 40,000 تومن بوده میشه 40,800 تومن. چرا دوبله وایستادین؟ اصلا پیاده کنم ایشون رو. خب خیلی طولانیه این پیاده کردن شما. شما دوبله پارک کردین، در صورتی میتونین بیان جلوتر نگردینشون رو پیاده کنین. من از اونجا دارم پیاده میام تا اینجا رسیدم 5 دقیقه طول کشیده، شما کماکان دوبله وایسادین. بعد طلبکارم هستین؟ جواب سرگور خلافی پلاکو بگیرین ببینین چقدر خلافی داره. هیچ مدرک امراتون ندارین، کارت ملی. 921,000 تومن هم خود رو شما خلافی داره، یعنی 80,000 تومن دیگه خلافی بشه اضافه بشه پلاکتون هم جز پلاکای توقیفی قرار میگیره. خب من چجوری میتونم خلافی رو بفهمم که چقدر خلافی دارم؟ شما اگر پلاک به نام خودتونه، خب همون پلاک باید به نام خودتون باشه. پلاک هم آیین‌نامه باز گفته 72 ساعت فقط وقت دارین که شما پلاکو به نام خودتون انتقال بدین که باز هم ندادین. اگر به نام خودتون باشه خب پس برای ایشون اس ام اس میاد. بله بله اس ام اس که شما خلاف بکنین از سایت میتونم برم بگیرم. بله بله سایت راهور 120 هم میتونین برین، شماره وین کارتتونه که پشت کارتون است در اون سایت وارد میکنین، در اون سامانه وارد میکنین خلافیتونو بهتون اعلام. شما خیلی راحت خونسرد داخل ایستگاه اتوبوس. الان من پارک کردم جواب سر. چرا؟ اینجا ایستگاه اتوبوس، خط کشی زیگزاگش اون سازش همش داره داد میزنه، اینجا ایستگاه اتوبوسه، چرا پارک کنین؟ ببخشید جناب سعید، بعضی از دوستان میگن ما خودمون تو ماشین هستیم و مثلا حالا که این اتفاق افتاده ما رو مثلا جریمه نکنید، یعنی که خیلی مشکلی نداره چون خودمون تو ماشین نشستیم، ماشین رو رها نکردیم. نظر شما چیه؟ ببینید ماهیت تخلف از بین نمیره، چون وقتی که من داخل ایستگاه اتوبوس پارک میکنم یا اون پراید جلوتر پارک کرد، مهم اینه که اتوبوسی که میاد نمیتونه پهلو بگیره، مجبور بیاد از صد سوارو اشغال کنه و سوارو ببنده وایسته که خطرات تصادف و ایجاد بار ترافیکی رو در خیابون به دنبال داره. حالا ایشون چه تو ماشین باشن چه نباشن، بودنشون حتی بدتره. این به نوعی داره یه جورایی دهنکجی به قانونه که من میدونم اینجا ایستگاه اتوبوسه ولی پارک کردم تو ماشین هم نشستم. بعد چشمی هایی که در حوزه ترافیک به تصویر کشیدیم و همه تو ملاحظه فرمودین، میشه خیلی راحت با رعایت قوانین و مقررات همه اینا رو ما حذف کنیم و به شکلی باشه معابر ما، خیابون های ما، که هیچ گونه تخلفی رو ما شاهد نباشیم.